خلاصی والا نموش مراشا الادی عقو نمشمت ایساق بن آشر و ادنای تنین بگن ایده پارش هفته بخش از تورات مقدس که این هفته قرارت میشه جز آخرین بخش از تورات مقدس هست، گفتاری که به امر خداوند مشربن از موسی کلیم الله آسمان ها و زمین رو شاهد میگیره نسبت به پیمانی که خداوند برقرار کرده و به شکلی هم در ارتباط با خداوند صحبت میکنه، وظیفه که ما نسبت به اون داریم و تقدیری که بر اساس اعمال رفتار ما رقم میخوره. یکی از پاسخ آیات میفرماد حسور تامیم پاولو که خود دراخاب میشپاد ال امونا و ان آوه صدیق و یاشار بود، پروردگاری که بدون عیب و نقص اعمالش، زیرا که تمام راه و روشاش بر اساس قضاوت و داوری است، قادر امینی که کجی به درگاه او راه نداره، عادل و شایسته است او. مرها در هر دین توحیدی پایه و اساس اون دین ایمان به خداوند یکتاست، خدایی که احد و واحد هست و همه چی تواناست، وقتی که در 13 اصول ایمان یهودیت هم ذکر میشه در 6 بند اول، همه در ارتباط و همین ایمان به خداوند و ویژگی های خداست که خدایی که حاضر و ناظر هست. اما تأکیدی که این آیه و در واقع درسی که برای ایمان داره خیلی وقتا در زندگی ما با مسائلی روبرو میشیم که به نظرمون این راه و روش درست نیست، حقش نبود که اینجوری بشه، توقعی که ما داشتیم از اون رخدادی که روی داده چیز دیگری بوده، هرچی فکر میکنی با دوتا چهارتای ما جور در نمیاد، حالا این در ارتباط با زندگی خودمون یا در ارتباط با دیگران و شاید حتی گله‌مند بشیم که چرا خداوند اینگونه تقدیر کرده، غافل از این که از کل این کتاب و دفتر زندگی عالم ما کمتر از یک برگش و اطلاع داریم در ارتباط با زندگی خودمون، تازه خیلی وقتا اون اوایل و ابتدای زندگی خودمون رو کامل به خاطر نداریم، بخشایی هست ویژگی آدمه که همیشه دوست داره که جنبه‌ای که منفی که از خودش سرزده رو کم ارزشش بکنه، نادیده بگیره، فراموش بکنه، نکات مثبتی که از خودش سر زده رو اونا رو بلدش بکنه، بزرگ بکنه، در نظر بگیره و خیلی جنبه ها حق به جانب، در حالی که اگر انسان از گذشته اطلاع کاملتری داشت، از آینده هم خبر داشت، میتونست به نتایج دیگری و حداقل صادقانه تری برسه. همین که اینجا هم در ارتباط با خداوند فرماد که اون پروردگار همه کاراش بی عیب و نقصه، کامله. از چه نظر؟ چون که همه راه و روش های خداوند در اساس داوری و سنجش هست، خدا بخشنده هست، رحمان هست، اما اونم حساب و کتاب داره، همجوری کیلویی و اتفاقی و چنین چیزی نیست. با دید ایمان که نگاه میکنی هیچ چیزی اتفاقی نیست، همه چیز محاسبه شده است، و اگر رخ داد آدم
حالا پازل رو به صورت کامل ببینه، این قطعات کنار هم دیگه چیده بشه، اون موقع از که آدم پی میبره که واقعا چقدر صحیح و درسته. یه داستان رو خدمتون بگم بعد برگرد بحث خودمون. تعریف میکنن که یک زمانی حالا مسافرت های قدیم مسافرت کردن کار خیلی سختی بود، وسیله نقلیه مثل امروزه وجود نداشت، مسافرت ها طولانی بود، بعض وقتا تو مسیر راهشون رو گم میکردن یا خوراکی کم میآوردن. یه زمانی هم دوتا دوست که با هم دیگه مسافرت میرفتن در مسیر را به یه فردی برخورد کردن که مسیر خودش رو گم کرده، گرسنه است، تشنه است، حال عمومی خوبی نداره. گفتن چی توی گواره چندی روز سردرگم هستم، آبی بهش دادن، فلان خوراکی مدن و را صفره در واقع پارچه پن کردن. یکی از رفیقا سه تا نون داشت گذاشت وسط، یکی دو تا نون داشت وسط و با همدیگه خوردن. اون فرد که حالا نجات جونش رو مدیون اونها میدونست که از گرسنگی تشنگی نجاتش دادن فلان، خیلی تشکر کرد. موقعی هم که میخواستن از هم دیگه جدا بشن دست کرد تو جیبش رو 5 تا سکه طلا بیرون آورد، گفت میدونم در مقابل نجات جون من این ارزشی نداره، اما دارایی من چیزی که الان امرامه همینه، من میخوام در مقابل اون لطفی که شما به من کردید این 5 سکه رو به شما دو نفر تقدیم بکنم. تعارفی کردن، گفت نه این حقیقتا از صمیم قلب میدم، 5 سکه رو به اونا داد، از هم دیگه جدا شدم. دو تا رفیق بعد که مسیر رو رفتم، حالا سر تقسیم پول جر و بحثشون شد. اون یکی میگه من 3 تا نون دادم 3 سکه به من میرسه، تو 2 تا دادی 2 سکه به تو میرسه. اون یکی میگه نه نونا رو گذاشتیم وسط مساوی به این شکل، نصف من نصف تو. برها به نچه نستن جلسه بحثشون بارا کشید، قرار شد که بعد که به شهر رسیدن اونجا برم چه عالمی شاخانی تا اون قضاوت بکنه و هر چیزی که اون حکم میپذیرن. برها رسیدن و رفتن اونجا و ادعاشون رو گفتن سکارو و عالمه بعد از یه بررسی که خب 4 سکه به اون فردی میرسه که 3 تا نون داشته، 1 سکه هم به اون فردی که 2 تا نون داشته. متعجب افرادی هم که حالا تو دادگاه تو اونجا حضور داشتن تعجبشون بیشتر شد که این بنده خدا خودش ادعای 3 سکه بود، کسی که 3 تا نون داشته به 3 تا سکه راضی بود، طرف مقابل میگم نه 2.5 سکه 2.5 سکه. الان قاضی که بدترش کرد، این چه حکمی بود؟ پیری اونجا بود که گفت شما دقت نکردید، سنجش اتفاقا کاملا دقیق بوده. نگاه بکنیم اونا کلا 5 تا نون داشتن، اگه با هم دیگه هم نشسته باشن و مساوی خورده باشن هر نونی رو به 3 قسمت تقسیم کنی 5 تا میشه 15 تا. پس هر فردی 5 قسمت نون خورده، اونی که 2 تا نون داشته 2 تا نونش تقسیم بر 3 بشه 6 تا، 5 تاشو خودش خورده یکیشو وسط گذاشته، در که اون نفر دیگری که 3 تا نون داشته هر نونشو 3 بخش بکنی 3 تا میشه 9 تا، 5 تاشو خودش خورده باشه 4 تاشو وسط گذاشته. همینه که قاضی هم گفته 4 سکه به اون میرسه 1 سکه به این. بسیار از مسائل زندگی هم شبیه به همین هست، نه مساوی، که آدم چون اطلاعات کافی نداره شاکیه که چرا خدا باید اینجوری تقدیر میکرد. شعری هست که اگر من جای خدا بودم من این کارو میکردم من اون کارو میکردم. و نهایتا شاعر آخرش به این نتیجه میرسه که بهتره که خدا خودش جای خودش نشسته. و از نظر ایمانی و باور اینه که انسان باید بدونه که هر تقدیری که در زندگیش هست، هر رخدادی که هست، چون جنبه‌هایی که شیرین و گواراست به نظر ما خوشاینده، چون جنبه‌هایی که تلخ ناگوار هست، همه چی سنجیده شده است بدون عیب و نقصه. چرا که ما فقط یه بخش رو دیدیم، اگر بقیه پازل هم کنار هم دیگه قرار بگیره
اون قصد که آدم درک میکنه و بالاتر از اون جزء ویژگی های خداوند خب عدل و انصاف است. اما اگه قرار باشه که بر اساس عدالت مطلق باشه مو از ماست کسیده بشه، معمولا چیزی از ما باقی نمیمونه. نسی خداوند بالاتر از اون صدیق و یاشار خیلی جا اهل مصالحه و گذشته با ماست، لطف و رحمتش خیلی بیشتر میچربه به اون جنبه و ما رو مورد لطف نظر خودش قرار میده. از جمله شیوه های قضاوت خداوند تو دادگاه زمینی اگه در نظر بگیریم، فردی که جرمی انجام داده، دزدی کرده، مالی رو، مال فردی رو حالا تصاحب کرده به ناحق یا جرم دیگه انجام داده، بر اساس شواهد مدارک اگه دادگاه عادلانه باشه اون قاضی میسنجه. اگه براش به اثبات رسید که این مجرم حقیقتا متهم هست، اتهامی که بهش وارد شده حقیقتا جرمه رو انجام داده، متهم مجرم هست، بر اساس کتاب قانون حکم میبره براش. یه خیلی کاری نداره به این که شاید این فردی که حقیقتا جرم هم انجام داده، زن و بچه‌ای داره، بچه‌های کوچیکی داره، انتظار می‌کشن که حالا پدرشون به خونه برگرده، شاید فرد پدر مادر پیری داشته باشه، نیاز به کمک این فرد داشته باشن، شاید دوستا و آشنایی داشته باشه که از شنیدن چنین جریمه‌ای برای اون فرد احساس ناراحتی بکنن فلان. دو تا چهار تا صحبت که این اتهام اثبات شد حکم بریده میشه. اما لطفی که خداوند داره بر اساس اون چیزی که بالاتر از اون عدلش خداوند شایسته است، لطف ویژه داره، قضاوت خداوند گذشته از این جنبه ساده‌ای که توی دادگاه عادلانه زمینی هم میتونه وجود داشته باشه مباد کلالی است. خداوند یک دید عمومی داره. بعض وقت هست که فرد حقیقتا مستوجب تنبیه هست، اما اگر اطرافیانش، دوروبریاش، اونها مستوجب ناراحتی نباشن، فعلا اون حکم به تأخیر میفته. خدا هم باز فرصت مضاعف به فرد شاید توبه بکنه و دیگه نیازی به اون تنبیه و جریمه نباشه. این مثال سادهش در نظر بگیریم. یه موقع از که فرد رفته تو مسافرت، اونجا آدم مثلا خدا کرده دچار دل درد میشه، دند و درد شدیدی میگیره، از درد خودش میپیچه، حالا به پزشک، به بیمارستان جای مراجعه بکنه، ادامه درمانی انجام بدن تا رهایی پیدا بکنه. همین حالت در نظر بگیر وقتی که تو محیط خانواده خودش هست، چقدر اطرافیان اونو هم به تکاپو میفتن، چقدر احساس ناراحتی میکنن، آینو سریعتر پزشک برسونیم، دوا درمانش چی باشه. تفاوت اینه تو حالت اول که فقط تو مسافرت بوده خیلی وقتا اصلا اطرافیان نمیفهمن، وقتی که از مسافرت برگشت میگه نمیدونی چی به سرم گذاشت، خدا شکر حالا هنوز حالا زنده هستم، حالا اینجا هستم، اونجا چنین اعتماد دادن، خب میگن خدا شکر الان خوب هستی، خب خدا رو شکر. یه لحظه شاید احساس ناراحتی باشه، در حالی که وقتی که تو محیط خانواده بوده اون عذاب و ناراحتی، اون احساسی که همدردی که وجود داره خیلی شدیدتره. این نمونه ای از اون سنجش خداست. حالا فرد به هر دلیلی مستوجب تنبیه بوده، اما چون اطرافیانش اونها سزاوار احساس ناراحت نبودن، خدا این تنبیه رو گذاشته توی شرط خاصی که دور از دیگران باشه. این بر جنبه مثبتش هم وجود داره. آره، یکی از بزرگان بیشتر میسارم دیگه، اگه این شکلی هست آدم باید بگرده همیشه رفیقا و دوستای سال و خوب صدیقی داشته باشه، اونقدر حتی اگه خودش هم اشتباهی اصولی از سرزده و توبه نکرده مستوجب تنبیه باشه، خداوند به خاطر اون اطرافیانش باز بهش فرصت میده. یکی از بزرگترین لطفای خداوند همین ارخفایی پرحوصلگی خداست، فرصتی که به انسان میده و امکان تشوبا. تو این چند روزه الان ما داریم نزدیک میشیم به یوم کیپور، روزه بزرگ، روزه کفاره. خود این که خداوند فرصت و امکان توبه رو در اختیار ما قرار داده، یکی از بزرگترین لطفای خداست.
که امکان فرصت برگشت داشته باشه، بتونه اون اشتباه قصور کوتاهی خودش رو جبران بکنه، پاک بکنه و حتی به جایگاهی بالاتر هم برسه. با تو خسرت رحمتی که برای خدا ما میکنیم تو بایی عبور دو بار یود که واکه پشت سر هم گفته شده، دو بار اون خسرت رحمت خداوند. عبدو که مفصلین در جمعه را چیزار میاره اینه که خداوند مهربان و رحیم و بخشنده است نسبت به بنده خودش قبل از خطا. ما هم باید که دوستی رفیقی کسی رو داریم که نسبت به ما قصور و کوتاهی انجام داده، خب خیلی دوستش داریم، محبت میکنه، اما اگه ازش خطایی سر بزنه، حتی اگه بیاد معذرت خواهی کنه فلان و ما هیچ واکنش منفی هم نشوندیم، حداقل یه سوء سابقه تو ذهنمون باقی میمونه که این فلانی همونیست که اون موقع فلان کار کرد. نه انتقام گرفتیم، نه کینه توزی میکنیم، نه مقابل بسیم، نه جبران، اما یه این سوء سابقه تو ذهن هست. اما لطفی که خدا من داره این هست که نسبت بنده خودش نه تنها قبل از خطا این مهربانی و بخشش و لطف و رحمت رو داره، بلکه بعد از خطا هم وقت که فرد توبه میکنه حتی اون سوء سابقهش هم پاک میکنه و یه ارزش بالاتر هم وقت که اگه روی عشق به خدا من توبه کرده باشه براش قائل میشه، چرا که حالا زحمت و تلاش زیادی کرده که جبران بکنه، فردی که حالا طعم مزه خطا رو نچشیده، این که خودش رو باز داره از گناه به نسبت راحت‌تره، ساده‌تره تا کسی که مزه خطا رو چشیده بخواسته باشه اونو کنار بذاره ترک بکنه. دقیقا مثل فردی که خب خدا رو شکر هیچ وقت معتاد نبوده، الان هم کشش خیلی شدید به اون مواد پیدا نمی کنه، اما کسی که معتاد بوده، وابسته به اونا بوده، حالا همت می کنه، تلاش می کنه تا کنار بذاره، این نشوننده اراده قوی تریه. و چون ملاک سنج خداوند لفوم سرا اگرا بر اساس میزان زحمتی که انسان میکشه براش اجر و مزد قائل میشه، این ارزش بسیار بالاتری پیدا میکنه این شیوه رفتاری که اون فرد داشته. تو زبان نزدیک تو زبان میلا من خلاصه بکنم از که آقای خالدارم فرمودن، بعدم نزدیک به 40 ساله که این خانواده رو میشناسم، سایر برادر خواهرها رو کمتر، اما خب با آیبین یا سنبولیان نزدیک به 40 ساله که رفاقت و دوستی داشتیم و داریم. جز حداقل مواردی که من از ایشون دیدم، نه تنها حالا که دیگه سن و سالی گذشته، بلکه از اون دوران دبیرستان و مدرسه، ایشون همیشه آروم بودن. من تو ذهنم این شخص یادم نیست که حتی یک بار عصبانیت، تندخویی، پرخاشی از طرف ایشون نسبت به کسی دیده باشم. همیشه با متانت، همیشه با آرامش، همیشه برخورد مناسب محترمانه نسبت به دیگران. و این رفتار مسلماً از جای نشأت گرفته، این تحت تأثیر تربیت والدینی بوده، پدر مادر بوده که ایشون رو تو این زمینه هدایت کردن. میگم من چون آشنایی حالا با سایر خواهر برادر ندارم نمیتونم عنوان کنم، اما ایشونو حداقل خودم شاهد بودم. خود آقای ایساق هم اونطور که گفتم این گفتار من هم بارها بارها از مرحوم آقا یوسف شنیده بودم که جز قصابایی که مورد اعتماد ایشون بودم و میگفتم خدا ترس، امونا بهش هست، اعتماد بهش هست، حلال حروم نمی کنه، کارشو درست انجام میده، مرحوم آقا ایساق بودم. به هر حال مال برای انسان ارزش داره، اهمیت داره و بعض وقت هاست که از همین جاست که غریزه بعد آدم رو به راهی میکشه که شاید به خاطر رسیدن به مال یا از دست ندادن ضرر نکردن کار دیگه رفتار بکنه. اما اینکه انسان باور داشته باشه که
اون چیزی که از جانب خداوند براش تقدیر شده، حالا تو از نظر سود یا زیان، همونه که انجام میشه. آدم در حد معقول و معمولش تلاش میکنه، ولی اگر راه خلاف هم پیش نگیره، درست رفتار بکنه، به دنبال حلال باشه، همون چیزی که براش مقدره نهایتا براش میرسه. این ارزش بسیار بالایی داره که برمیگرده به همین آیه، که آدم باور داشته باشه ال امونا، خدا قادر امینیست، که امین بودن یا آدم امین یه جنبش تو امانت داریه، امانت که بهش دادی برمیگرده، خدا مزد هیچ بنده ای رو نمیبره، امین هست. از این جنبه ای که کسی که کار خیلی انجام میده هست، بالاتر از اون این آوه. بعض وقت هاست که ما به هر حال همه افراد، هیچ کسی نیست که 100% بی عیب و نقص باشه، هیچ ایرادی نداشته باشه، اون طلب هم نیست که فرد بگیم 100% همش جنبه منفی جنبه مثبتی نداشته باشه. اما آدم ها جمع بندی میکنیم، جمع میزنیم، یا آدمی رو که در مجموع به نظر خوبه کاملا خوب در نظر میگیریم، یا آدمی که اکثریتش منفیه کاملا بد در نظر میگیریم. اما خدا این گونه نیست. این آور حتی اگر فردی باشه که شریر و ظالم باشه، ولی یک کار مثبت انجام بده، خدا حق اون هم نمیبره، به خاطر اون کار مثبتش بهش پاداش میده، به خاطر گناهاش تنبیه میکنه. و این نمونهاش باز نمی‌بینیم در مورد خود پرعو فرعونی که متفرعن، حتی تو یک مرحله ادعای خدایی میکنه، فلان میکنه، اما به خاطر اینکه مثلا حرمت میذاره توی جایی به ابرام آوینو، چهار قدم او رو مشایعت میکنه، به دنبالش میاد، خدا موضعون هم نمیبره. پرعوی که ناشی از تحت فشار اقرار میکنه که ادونای حسدی ونی اهمی هارشاین، اون هم خدا موضعشو نمیبره، در که در مقابل اون همه ظلم شرارتش، اصلا این یک جمله گفتن اصلا عددی به نظر نمیرسه. این لطف خداست که حق هیچ بنده ای رو، حتی بدترین آدم ها، همونی که مخالف خودم قدم برمیداره، اگر یک قدم مثبت برداشته، اونم حق و ناحق نمیشه، اونم به جا به موقعش بهش برگردونده میشه. و این مرحوم که حالا بر اساس جنبه‌ای که خودمون دیدیم یا شنیدیم، بر اساس همین ایمان رفتار کرده، به دنبال حلال بوده، اینکه لقمه حرومی تو خونه‌اش تیاره، تربیت درستی باشه، همیشه لبخند به لب داشته باشه، برخورد مناسب با دیگران داشته باشه، اینگونه به فرزنداش آموزش بده، مسلمه عرش بالایی داره، که امیدوار هستیم گفتار ما هم باعث ایلوی نشامایشون باشه، آرامش خاطر بازماندگانشون، و از این بعد در شادی های این خانواده شرکت بکنیم و بتونم 120 سال یاد پدر رو به خوبی زنده نگه دارم و اون اعمال و رفتار خوبه ایشون رو ادامه بدم. ببینید یا به نشام